بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من بالا در این دنیای پرتلاتم فضای تربیتی نیاز به خیلی دقت و راهکارهای ابتکاری داریم چرا چون اون چیزی که ما میکاریم همون چیز رو درو میکنی وقتی که شما در فضای تربیتی کودکان چه خانواده چه فضای آموزشی چه مسجد چه هم هر فضای آموزشی که دارید در اون بیایید محبت رو شیوه آموزشی قرار بدید حتما گل خواهید برداشت کرد وقتی که فضای آموزشی فضای تشویق هست حسیله این فضای تشویق نتیجه چی میشه؟ اش اعتماد به نفس میشه خودباوری توانمندی وقتی که فضای آموزشی فضای پر از اطمینان و آرامیشی باشه خب طبیعت حال این میاد و اعتماد به دیگران رو رشد میده در اون کسی که شما تربیتش میکنیم وقتی که در فضای آموزشی نوعی از مشارکت با دوستان باشه خب حس همیاری و تعاون رو در اون فرد شما میکارید وقتی که فضای آموزشی در فضای آموزشی شما بسیار وقت برات مهم باشه و پایبند به وقت باشی فرزندان اونایی که از شما آموزش رو یاد میگیرن اونها احترام به وقت و ارزش وقت رو و ارزش زندگی رو خواهند یاد خواهند گرفت وقتی که شما در فضای آموزشی همیشه به اینی که از این امت دونین میلیاردی هستی و از توانمندی های این امت و ارزش های این امت و قرآن این امت پیانبر این امت همیشه افتخار میکنید و این افتخارت رو بروز میدی افتخار به هویت و افتخار به شخصیت رو در افراد میکاری خب حالا ما همه این فضاهای تربیتی و ارزش رو میشناسیم قرآن رو داریم سنت پیامبر رو داریم اخلاقمون رفتارمون چه نیازی هست که هی تاکید بکنیم بر اینی که باید در راستای رشد ارزش ها تلاش کرد ای خانواده ها ای مربیان ای اساتید اگر ما در راستای رشد و بارور کردن بهتر ارزش ها فعالیت نکنیم کمرمون به زمین زده میشه شکست خواهیم خورد خب میگه که چرا یعنی چه ویژگی زمان ما داره چه جای به سلام قضیه توی زمان ما هست که در زمانهای قدیم نبود که ما چون این نیاز داریم که هی تاکید کنیم بر رشد ارزش ها و پررنگ کردن فضای هویتی افتخار به دین و ایمانمون رابطه صمیمی برقرار کردن با پروردگاریمون هی روی این تاکید داریم ببینید عزیزان مهمترین چیزی که ما رو به چالش کشیده امروزه حجوم فرهنگی است حجوم فرهنگی در جامعه همیشه بوده به خصوص هر جامعه ضعیفی از جامعه یا قوی جامعه قوی تر مورد حجوم فرهنگی قرار خواهد گرفت چرا چون که نسل های نوجوان همیشه تابع به قدرتمندان هستند همیشه میخوان که به هر صورتی شده از قدرتمند از اونی که اون رو و از ما بهتران میدونند از اون تبعیت بکنند و از اون پیروی بکنند خب اما الان چی؟ الان نیاز نیست که تو بری اروپا بری شرق و بری غرب تا اونجا تحت تاثیر قرار بگیری و در اون چالش بیفتی نه امروز حجوم فرنگی تو جیب شماست توی موبایل شماست چپ میری براست میری بالا میاد پایین میاد میبینیش توی وسایل تبلیغات روی مغازه هاست توی تبلیغات روی کالاز هاست توی انا... یعنی هر جایی هست قدیما اگر کسی دنبال فساد و فحشا می‌بود، بود باید هفتخان رستم رو طی کرد و به مرادش برسه امروز مراده اومده توی جیبش داره بهش محک میزنه که آقا من اینجام یعنی امروز ما هیچ راهی برای کنترل و انضباط این موضوع نداریم مگر اینی که این رقابت و نظارت داخلی رو فعالش بکنیم که فرد خودش یوسف علیه السلام باشه امروز بچه های ما از اون وضعیتی که یوسف علیه السلام بود بدتر گرفتارن یوسف علیه السلام یک مورد فاسد بود اون مورد فاسد هم هفت رستم رو طی کرد تا یوسف رو به دام بندازه اما چیزی که باعث شد یوسف حفظ بشه چی گفت وقتی که زنکه گفت هی تلک همینه که من در خدمتتان بیو به طرف من یوسف اون چیزی که حضرت یوسف رو نگه بود این نظارت داخلی گفت الله انه ربی احسن مثواي پناه بر خدا من چطور همچی کاری بکنم پروردگار من به من این همه نعمت داده عقل داده حیثیت داده حیا داده افت داده کرامت داده انسانیت داده من چطور بیام همه اینها رو زیر پا بذارم من بچه یعقوبم من از خانواده عزت و کرامت هم من انسانی هستم که مثل هرزه ها نیستم که در دامی هرزه بیفتم این قدرت داخلی مهاری بود که یوسف رو نگه داشت الان هر ای که از ما فرزندان ما موبایل دستش هست هر وقت آقا میخواد که سایت قرآنی رو بیاره قبل از اون یه تبلیغاتی میاد قبل از اون یه چی میاد نمیدونم پیامک ها پیامک ها یه سایت های ابتزال تنفروشی که توی همه موبایل ها توی کشورها میان آقا متعه و نمیدونم تفاصیل دخترک ها و لخت و و فلان اینا اینا و اسمش رو هم میذارن متعه و اسمش هم راه حلال برای خودشون میتراشن روسپیگری با نام دین اینا همش وسوسه وصفص... ساز هست نه همش میتونه که جوانها رو در منجلا به فساد و فحشا بندازه یک بحرانی است که ما با شروع هستیم ریموت دستت گرفتی آقا توی تلویزیون 1500 تا شبکه هست نصفشون شبکه های مبتزر غیر اخلاقی و فلان دیگه الان تقوای الهی ایجاد شدن در همچنین فضای پر از چالش و پر از بهتان پر از فساد این همت یوسفی میخواد یعنی این چی میخواد؟ این یک رقابت داخلی میخواد پس ما نیاز داریم برای رشد را این ارزش ارزش رابطه برقرار کردن بنده با الله متعال یعنی ارزش های روحانی محبت الله نظارت الله من بنده الله هستم من میخوام که رضایت الله رو به دست بیارم و های برین جایزه من باشه بیا من همچین کارهایی نمی کنم من در من منجلاوهایی در همچنین فسادهایی خودم رو نمی خب یه چیزی دیگه کی باعث میشه و ما رو به چالش کشوده برای اینی که در فضای رشد ارزش ها بسیار فعال باشیم تغییر مفاهیم هست منظومه ارزش های قدیم ما به هم خورده ما قدیم چیزی داشتیم حرام بود حلال بود حرام مشخص بود حلال مشخص بود سیاه و سفید از هم جدا بودند. الان میبینی نه شیطان اومده چیکار کرده یه منطقه خاکستری رو به وجود آورده که نه سیاهش رو میشناسی نه سفیدش دختره اوریانی لختی که میگرده حیای جامعه رو به هم زده امنیت اخلاقی جامعه رو به هم زده بیش میگن که دختر آزادی ها دختر با فرهنگه بی فرهنگی اوریانی بی حیایی اسم شده آزادی فرهنگی روشن فکری نه آدم روشن ها روشن فکره. چرا؟ روشن فکریش تو چیه؟ تو اوریانیش تو بی حیاییش تو بی افتیش آقا فلانی رشوه میگیره رشوه حرامه آقا میگه رشوه چی آقا؟ این هدیه است هدیه داره میگیره آقا دزدی میکنه خیلی آدم زرنگی آقا چپاول دزدی حق مردم رو بالا کشیدن اسم شده زرنگی آقا داره شراب شراب میفروشند نوشته این فروشگاه نمیدونم فروش نوشیدنی های روحی روانی رو... روح افضا روان پریش روان نمیدونم چی چی اینا همش چی است تغییر مفاهیم در این منظومه مفاهیم عوض شده قالتاقی شده مردانگی مرده او داره ظلم میکنه داره حق مردم رو بالا میکشه دا قد داره مرده یعنی یک حالتی از سردرگمی به وجود آوردن بعدش یه مورد دیگه هم که ما رو مجبور میکنه که این ارزش ها رو زود زیاد روش بحث بکنیم و خودمون رو روش نهادینه بکنیم در زندگیمون در زندگیمون تحولاتی هست که در سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه به وجود اومده قدیما سیستم اجتماعی جامعه اقتصاد با اقتصاد خوب گرفته بود آقا مردم پول و پلای زیادی نداشتن خب با همون ناداری می ساختن ازدواجی که میکردن آقا جمع کن دوستا رو جمع کن یه دو, سر بیسفند بزن زمین آقا یک برنامه ساده سوده ازدواج تموم شد و رفت در که کار دنبال کارا امروز نه امروز خود ازدواج اینقدر مهم نیست چیزی که مهمه اون پوز دادنشه توی کدوم تالار باشه بابا اصلا ازدواج هدف چی هست جشن ازدواج چه هست؟ ازدواج ایجاب و قبول است. اینا قبول دارن اونا قبول دارن این خانواده قبول دارن اون خانواده قبول داشتن اومدن یه خطبه ازدواج اجار شد و ازدواج تمون شد خب پس چرا جشن میگیریم جشن میگیریم که آقا مردم بدونن که این آقایی که میاد تو این خونه تو این خونه جشن برگزار شد. این جشنی برگزار شده. این جشن دختر دختری خونه رفته خونه یه بخت تو این خونه آقا جشنیه پسر این خونه رفته زن گرفته الان وقتی که این پسر رو با یه خانومی میبینن این دختر رو به آقایی میگیرن کسی گمانه های بد نره جامعه فاسد نشه بدونن که آقا اینجا یک خبری شد همه خبر شدن داد و فریادی شد و جشنی شد اونجا الان خونه ها کور جشن کجا میگیرن؟ توی سالن های توی سالن های مثلا عروسی پوزه که من ازدواجم توی سالن فلان بوده مصاریف ازدواجم اینقدر خرج کردم یعنی مفاهیم اینجا عوض شد طرف میره قرض و قرضه میگیره میره نمیدونم خودش رو تو دردسر میندازه تا در سالن فلان چرا که دختر فلانی تو این سالن مگه دختر من از دختر فلانی چیش کمتره مگه پسر من دست و با... پچورفتر از پسر فلانیه که توی قصر فلان دشن گرفته مارک مهمه لباسش مهم نیست همه همین لباس رو تا هر میره اولین حرفی که میزنه مارک رو نگاه کن یعنی پوز دادن کفش برای مارکش مهمه لباس برای مارکش مهمه هر جا بره که آقا به سلام چرا چون که ارزش های پوز دادن افتخار به هم دیگه کردن خود را بالا دیگه از هم دیگه بهتر دونستن این ارزش های مغلطی جزی از فضای اجتماعی ما شد بعد این ارزش ها ما رو کشونده به چی؟ به تلوش و پول دارن ما زندگی میکنیم برای پول در آوردن پول در نمیاریم برای زندگی افرادی هستند که قدیما چی بود؟ آقا یه پولی در می به تا زندگی کنیم یه پولی در می ثروتی ابلغ... اه... داشت با این ثروتش زندگی میکرد خانه داشت زندگی داشت رفت و آمد خیشاوندی داشت سله رحم داشت دوستا آشناها داشت. فعالیت های اجتماعی داشت فینا. الان نه الان توی یک آپارتمان صد خانوادگی کس کسی با نمیشناسه مثل ربات کنترل باید چی ربات سر وقت بلند میشه در باز میشه وززز. رفت توی چی رفت سر کار وزز. اومد آمد چشم گوش بسته حرکت به صلاح اتوماتیک انجام میدن نه انگار که زندگی پسر فرزندان پدر مادرشون رو نمیشناسن پدر یه ها متوجه میشه بچه ها رفتن دانشگاه بچه ها سویل داره آورد پسرم نه ندیدمش دختران رو می... اه تو دخترم چرا وقتی میرفت سر کار بچه ها خواب بودن وقتی بر میگشت بچه ها خواب بودن پلری که توی خانواده نیست بالای سر بچه هاش نیست خب انحراف بچه ها حتمیز. مادر زنی که باید مادریت بکنه یک جامعه رو تربیت بکنه بهش تحقید شد بهش گفتن نه تو زنی بیکاری دهنی عجیبه ها زنی که میاد توی خونه کسی دیگه ظرفا رو میشونسته و نمیدونه افراد این کارمنده چرا که اومده ظرفا این خونه رو شسته لباسا رو شسته نمیدونم بچه ها رو خوش, و خوش کرده این زن کارمنده با عرضشه زن همین خونه رفته یه جایی دیگه نمیدونم... رستورانی به خدمت میکنه به مردمی که توی اون رستوران میان براشون چای میاره آب میاره فلان میاره این کارمند ارزش داره مادری که توی خونهش هست داره بچه رو خدمت میکنه داره اینج... یعنی به اندازه ده تا از این زنهای کارمند یعنی یه مادر وقتی از یک خونه میره بیرون برای کار پر کردن جای این مادر حداقل 5 نفر میخواد یه زن میخواد که بیاد آشپزی کنه یه زن میخواد که بیاد بچه ها رو خوش کنه یه زن میخواد که بیاد خونه رو ترتیب بده یه زن میخواد که بیاد آموزش بچه ها رو ببینه یه زن دیگه میخواد که بیاد پرستاری و خانواده رو بکنه همه این پنج نفر وقتی یه مادر میاد همه این کارا رو میکنه این مادر اسمش هست چی؟ آه. مادر چکار میگه بیکاره این مادر اسمش هست بیکار خانه داره با یه تحقیل هم خانه داره ها تفلک کار نمی کنی خانه یعنی به, بچه‌ها بچه ها و خوشوهر و اینات خدمت میکنی نمیری توی هواپمایی توی اتوبوسی توی نمیدونم رستورانی به زن بچه های به مردم دیگه خدمت بکنی لباس های زن بچه ها و نمیان خانواده خودت رو میشوری اه نمیری جایی دیگه کار بکنی لباس های دیگران رو بشوری عجیب مغلط هایی به وجود که چی؟ که این مادر الان از این خانه رفته بیرون که یک بچه رو تربیت میکنه یه خادمه این کسی رو آوردن که خدمت بچه ها بکن اون خادمه مادر میشه برای بچه ها پس اینجا میبینیم که یک نوع مغلطه های فرهنگی رو در جامعه آوردن به نام مثلا کار زن کار مرد نمیدنم فلان همه تلاش ها برای پول در آوردن تلاش ها برای پول در آوردن نه برای زندگی کردن زندگی میکنه که پول در بیار. پول در نمیاره که زندگی اینها باستابش چی خواهد شد بعد شما ببینید همین باستاب یک چیزایی هست که ما به صورت برنامه ریزی شده انجام میدیم آموزه هایی که به بچه همون میدیم نمیدنم فلان یه چیزایی هست که نه ما به صورت خودکار به بچه تحویلش میدیم یه چیزی هست از این خود... چیزایی به صورت آموزه خودکار یه مثبت هست که بچه‌ها رشد میکنن وقت شناسی رو از ما یاد میگیرن جدیت در کار رو یاد میگیرن انضباط رو یاد میگیرن نظافت رو یاد میگیرن یه چیزایی هست که به صورت خودکار منفی در بچه ها نهادی نمیشه وقتی که توی پدر از صبح تا شام داری هر... حرکت میکنی به بچه ها نمیرسی بچه میدونه که پول برای پدر مهمتر از من بچه ارزش خودش رو گم میکنه شخصیت خودش رو گم میکنه بعد هم میبینی که این بچه هم یه ربات میشه یه رباتی بدتر از پدر پدر یه ارزش هایی رو داشت این همون ارزش ها رو هم نداره آثار منفی در اون بیداد میکنه حتی وقتی که ببین یعنی چطور شما وقتی که یه کاری رو میکنین انعکاسش رو میبینید یعنی شما میگید آقا من بچم رو فرستادم به سلا مدرسه برستادم مدرسه که بره اونجا اخلاق یاد بگیره علم یاد بگیره نمیدونم چی شیوه زندگی با یک گروه رو یاد بگیره روابط اجتماعیش درست بشه احترام بزرگتر و کوچکتر رو یاد بگیره از مدرسه اومده دروغ یاد گرفته دزدی یاد گرفته کلک یاد گرفته اینا از کجا یاد گرفته اینا که تو کتابا نیست برای از تو کتابا گفتن دروغ نگی تو گرافا گفتن مکروهی نکنی. تو که گفتن آدم درست باشید منضبط باشید تمیز باشید همه اینا نیستیم. وقتی میری میبینی که بله کسیفیش به خاطر اینه که معلمش کسیفه بیانزباتیش به خاطر اینه که معلمش بیانزبات و غیرمانتره وقت شناسیش به خاطر اینه که همون معلمی که بهش میگه که باید وقت شناس باش ده دقیقه دیر میکنه از ابتدای کلاس ده دقیقه زودتر هم از وقتش میدوزه میره پس همه اینها فضاهای آلوده است در این فضاهای آلوده این آقا اینطوری بر تربیت شده می آقا من فرستادم بچه‌ام رو که قرآن تا حفظ کنه اخلاقش قرآن باشه سلوکش قرآنی باشه ایمانش قرآنی باشه برعکس چیز دیگه شده برو ببینون کسی که این رو درس میده چه انسانی هست چه گرگی هست اما بچه محج... دختر محجبه یه مؤمنه رو فرستادیم دانشگاه یک جانوری دیگه اومده بیرون خب برو ببین استادش چی بوده شاگردهایی که همراهاش چی بودن رفیقاش چی بودن فضا چی بوده پسر پایبند به دین رو فرستادیم ببین که چی اومده فضا رو نگاه کن اطرافیانش رو نگاه کن دوستانش رو نگاه کن همه این ها. خودت وقتی رفتی بچه برای نماز بیدار میکنی وقتی برای نماز بیدارش میکنی داد میزنی سر و صدا میکنی به بچه پیام میدی پیام اول واضح و روشن که خودت میخوای که پسرم نماز فرضه نماز ستون دینه چون که ستون دینه باید انجامش بدی ببین من بلند میشم وقت میام تو رو چقدر به تأکید دارم برای ادای نماز خب پیام صریحی که شما میخواستی بهش برسونی و میبرسید. پیام دیگه که شما نمیخواستی و تو ذهنت نبود و اون اون رو بهتر گرفت اون برخورد شما یک پیام زمینی و یک تربیتی زمینی رو در اون کاخشت که باید شدید باشه بر اخلاق باشه فردای روزگار اگر همین بچه تو رو شوتت کرد انداختت خونه سالمندان آقت شد بر علیه تو تمرد کرد و سرکشی کرد دیگه از کسی ننال این حرکت تو این حرکت های زمینی تو که نمیخواستی به صورت خودکار در اون اثر گذاشت ارزش های زمنی ارزش های ای که ما به دیگران میدیم اثرش بسیار قوی تر هست از اون برنامه ای که ما براش گذاشتیم و اون کتاب هایی که بهش دادیم اون فلان چقدر از علمای ما که قرآن حفظن دین حفظند همه چیز رو میدونند نمی‌دونم، شاید در نمیدونم مبارزه با ظلم و استبداد کتاب ها نوشتن خودشون بنده و برده و غلام زرخرید استبدادگرانن با ساز ظالم مستبد میرقصن می از این وحشت دادن که ظالم مستبد نیاد دینشون رو هیچ روزیشون رو قطع کنه در حالی که خودش ده تا کتاب نمیشه در اینی که الله روزی رسانه است. این, این فضاهایی که توش چه فضایی این توش تربیت شده در فضایی تربیت شده که اساتیدی داشته بزدل اساتیدی داشته ترسوم اساتیدی داشته خائن خود فروخته اساتیدی داشته غلام زر خرید محتوای آموزشی چی محتوای غلط بوده آقا نماز چیست براش تعریف کردن که نماز مجموعه ای از اقوال و افعال هست به ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ادا کرد تعریف نماز اینه اگر بهش میگفتن عزیز من نماز رابطه بنده است با الله نماز معراج توی مؤمنه که با الله مستقیم حرف میزنی وقتی که تو به رکوع میری وقتی که تو به سجود میری به الله نزدیک و نزدیکتر میشی دعایی که میکنی مناجاتی که میکنی توی رکوع و سجود بیشتر در سجده هاتون دعا کنی چرا که شما در سجده به الله نزدیکتری اون وقت ببین که این چه لذت می از نمازش چقدر نماز برایش شیرین تر می شود؟ پس وقتی میگیم ارزش ها در واقع اون ارزش ها همون قالبی هست که ما میذاریم که در اون قالب اون قالب رفتار ما کردار ما تصورات ما رو جهت دهی میکنه یعنی ارزش ها در واقع قوانین و معیارهایی است که اقوال افعال سرو سلوک انفعالات و همه ما رو جهت دهی میکنه این ارزش ها برخش ارزش های روحی هست که در واقع همون محبت الله متعال شناخت الله متعال کافر بیچاره چی هست؟ مشکلش چیه؟ خدا رو نمیشناخت و ما رب العالمین رب العالمین کی؟ وما قدر الله حق قدر قدر الله رو نمیشناسن اونا مقام الله رو نشناختن فاربا کن من با همین باعث شد که تو منجلا بیفتن و از خسران کاران باشن از این ارزش ها ارزش هایی است که رابطه منو به الله درست میکنه که ای بنده من بیا به طرف من وقتی که براشون برای شاگرد میگیم که عزیز من تو با الله تعامل میکنی با الله دو دو تا چهار تا نیست با الله یک کار خیر میخوای بکنی و نکردی عجب گرفتی میخوای بکنی و انجام دادی ده برابر تا هفتصد برابر تا بینهایت اجر میدیدی بنا به اخلاصت بنا به مهم بودن این کار بنا بنا و اگر از لغزشی صورت گرفت گناه نوشته نمیشه خداوند وقت میده بهت که ببخشده توبه کنی تا ببخشده و اگر توبه نکردی یک گناه نوشته میشه وقتی که تعامل بنده با الله اینجوری میشه که بنده من وقتی تو به طرف الله میری یواش میری خداوند تون میاد وقتی آرام میری دوان دوان به طرف تو میاد الله تو رو میخواد در سهرگاهان خداوند تو رو داد می ای بند این من یه کسی هست که استغفار کنه گناهی کرده لغزش کرده استغفار کنه تا من اجابتش بکنم آیا کسی هست که نیازی داره تا دعایی میکنه تا من اجابتش کنم این رابطه وقتی درست شد سلوک ما رفتارهای ما درست میشه میگن قدرت حضرت عمر شبا میرفت خب سر میزد توی خیابونا این بر اون بعد که کسی کشیک که میداد که کسی مشکلی نداشته باشه در سرگاه از جایی رد میشد سنید که یه مادری داره به دخترش میگه دخترم بلند چون می آبا رو بریز تو شیرا که ببریم صبح بفروشیم دختر گفت مادر چی داری میگی؟ مگه نشنیدی امیر المؤمنین من کرده که کسی آب توی شیر نریزه؟ عمر از اونجا رد میشه این حرفا رو شنید مادر بوزخندیده گفت دختر دیوونه چی دارم میگم؟ بابا آب بریز توی شیر که شیرا زیاد بشه بریم بفروشیم عمر گفته عمر که اینجا نیست که ما رو ببینه خه دختر گفت اگر عمر ما رو نمیبینه خدای عمر که ما رو میبینه اگر عمر ما رو نمیبینه الله ما رو میبینه چه چیزی باعث شده این دختر چونین برخوردی بکنه شناخت ده الله مداد قدر الله را دونستند مقام الله رو شناختن و اینی که الله بر هر چیزی حاضر و ناظر هست همین چیز رو میبینه همین چیز رو میشنوه همین چیز رو رو فردا بازخواست میکنه این همون ارزش نتاج همون ارزش های روحی است یک قسم ارزشها ها اخلاقی است ارزش های صداقت امانت چطور در جامعه ما یک معیارهای ایجاد بکنیم که جامعه بتونه همدیگر رو قبول کنه با صداقت با راستگویی با همفکری همیاری اینا همش ارزش های اخلاقی ارزش های وجدانی این رو چطور کنترل بکنیم چطور ابراز بکنیم محبتمون رو چطور روز بدیم خشم شدیم چطور خودمون رو کنترل کنیم مخرج خشم والقاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اونهایی که خشمشون رو روکش میکنن و از مردم در میگزنن خداوند محسنان رو دوست داره ارزش های حسی حسی مدی ارزش های نظافت ارزش های نمیدنم پیامبر اکرم صلی الله دست میکشید روی سر یتیم اون یتیم شناخته میشد تمام روز از بوی عطر که روی سرش بود پیامبر از اینجا رد میشد تو یه ساعت دیگه مردم میدونستن پیامبر از اینجا رد شده بوی عطرش نظافتش تمیزیش ارزشهایی مثلا اجتماعی سر رحم بر الوالدین رسیدن به همسایه همه اینها ارزش هایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و در جامعه کاشتن اما چطور این ارزش رو یعنی شما نمیبینید که پیامبر بیان دوره های آموزشی برای صحابه بذارند آموزش مدیریت آموزش رهبریت آموزش نمیدنم رشد ارزش ها فلان همه اینها رو به صورت خودکار از پیامبر منتقل شد به صحابه وقتی پیامبر میان مکه رو فتح میکنن مکه وقتی میگیم تصور کن اون ظلم و استبداد و قهری که بر پیامبر و یاران اعمال شده بود این انسانهای وحشی که چون این با پیامبر و یارانشون رفتار کردن پیامبرشون ازشون میپرسه مده تظنون انی فایلون بکن شما فکر میکنید من با چیکار چی کار میکنم مرد وحشت زده مردمی که هر یکیشون یه تاریخی از جنایت دارند و الان وقت اون رسه دیگه تقاس پس بدن نگد کریم و ابن اخین تو برادر سخوتمند ما هستی تو بر ما منت داری پدرت و پدرانت همه تو بر ما فضل و منت دارن ما دیگه از شما غیر از خیر توقعی نداریم فرمان اذهبوا فانتم الطلاق که همتون آزادی این عفو عمومی رو صحابه میبینن الان ببین چی یاد میگیرن صحابه که پیامبر رو دیدن الان شما تو زندگی صحابه نگاه میکنید همشون رهبرن همشون دعوتگرن همشون شجاعن همشون دلیرن پیامبر دوره آموزشی شجاعت و دلیل رو براشون نگذاشته بود اینها رو از پیانبر به صورت خودکار یاد گرفتن و انکاس دادن چرا وقتی که ما یک ارزش هایی رو میخواییم در جامعه بکاریم هر ارزشی به سه بعد وارد انسان میشه یکی بعد علمیش هست که ما به صورت برنامه سریع یک مسائل علمی رو مطرح میکنیم. آقا صدق آقا صداقت راستگویی در به انسان دروغ نمیگه هر مؤمنی باید راستگو باشه دروغ اینقدر گناه داره راستگویی اینقدر عرش داره آقا صدقه دادن آقا شما روز قیامت در زیر سایه صدقت هستید در وقتی صدقه میدی صدقه به عشرت امثال هست صدقه وقتی میدید خیرات میدید اینا شما قرض میدید پیش الله متعال خداوند متعال در صدقتون برکت میده صدقه رفع بلاست و و این هایی هست که به صورت سریع به افراد داده میشه یک قسمتش هست آموزش های وجدونیست که شما میایید مشاعر و احساسات فرد رو به حرکت در میارید میایید براش قصه تعریف میکنی که چطور وقتی که یکی مؤمنیتی بچه یتیمی بود در زمان پیامبر یک درخت دیوار باغش رو میخواست درست کنه یک یه چی بود یهودی یه اونجا یک درختی را داشت که دیوار این بنده خدا درست نمیشد مگر با این درخت بیاد توی باغمون رفت پیش یهودی که عزیز جان این درخت شما هست راه به زمین ما رو خراب کرده اینجوری این درختو یا به من هدیه بده یا به من بفروشش تا من دیوار رو راست کنم گفت آقا نه هدیه میدم نمیفروشم آقا دیوار من نمیشم نمیشه نشه به جهنم بعد میبینیم که یکی از صحابه میاد و این درخت رو به 600 تا درخت میخره و میده که چی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود که کسی که این درخت رو بگه بغ... ب... کی این درخت رو بخره به بهشت نصابی به بلند بشین رو انفاق در مورد انفاق و صدقه که آقا عثمان چقدر در تبوک انفاق کرد که پیامبر فرمودن ما ضرر عثمان بعد الیوم شی بعد از این انفاقی که در راه الله کرده عثمان چه که سفید داره هیچ چیزی به عثمان ضرر نخواهد رسید بهشتی است این قصه هایی که انسان رو اشکش رو جاری میکنه انفعالاتش رو به حرکت در میاره صدقه بر یتیمان رسیدگی به بینوایان بیوه زنان ناداران و و و پس که اون این هم از جمله آموزش های سریع هست که به صورت تبسلا سریح واضح ما میاییم یک آموزه های رو به افراد یاد میدیم یک علمی رو یاد میدیم اون علم رو با یه قصه هایی که در این زمینه نمونه ها و تجربه هایی اون رو قدرت میدیم تا انفعالات اون فرد رو مشاعر احساسات داخلیش رو تحریک بکنیم بعد از اون اون سلوک تطبیقی است شیوه اجراس هست ها. یعنی خودت بچهات رو میگیری میری مثلا این نزدیک لباس اید میخرید برای یتیمان به اونا میرسونید کفش اید میخرید برای یتیمان میرید در خانه سالماندن سر میزنید به اون بیچارهایی که اونجا هستن به بیمارستان ها سر میزنید به قبرستان ها سر میزنید این همون رفتارهای سلوکی هست این در این نقل و انتقالات فعالیت های شما حرکت های شما همه زیر چشم فرزندانتون زیر چشم شاگردانتون هستن اونها خیلی از مفاهیم رو از شما یاد میگیرن چیزهایی رو به صورت صریح شما به اونها یاد دادین چیزهایی رو اونها به صورت ضمنی از شما یاد گرفتن یعنی این حس در اونها ایجاد شد وقتی که این انفاق رو کردن در راه الله تشویقشون کردی اونها رو انفاق کردن کمکشون کردی پول دادی که به فقیران بدن غذا درست کردی که تقسیم کنن به بینمایان برشون دعا میکنی عزیزم همونطوری که اینا رو خوشحال کردی خدا من خوشحالت کن همونطوری که اینها رو کمک کردی الله تا به تو کمک خواهد کرد همونطور که سعادت رو تو قلب اینا جا دادی خداوند متعال تو را خوشبخت و تو سعادت خواهد کرد و بپرس ازشون وقتی بهشون دادی اونا خوشحال شدن چه چی چیزی به تو دست داد تا بفهمند که سعادت شما چقدر میدید بیشتر سعادت جذب میکنید شما یه قلبی رو ده درجه خوش به خوشحال میکنید قلب شما صد درجه خوشحال میشین سعادت در بخشش در عطاست در قدمه در سخاوت نه در گرفتن مفاهیمی هست که مفهوم ارزشی است الان این برنامه های ارزشی رو ما چطور رشد بگیم شیوه ها و راهکارهای های رشد این مفاهیم ارزشی به صورت خودکار به صورت نه به صورت برنامه ریزی دقیق به صورت به صورت زمینی چطور با چه فعالیت ها و با چه شیوه هایی این کار رو به پیش ببر بله عزیزان راهکارهای زمینی که ما به صورت خودکار ارزشها رو در افراد به بارور میکنیم مهمترین نقطه ای که هست تعظیم الله در دلها شناخت الله متعال این یه موردی بود که پیامبر خیلی روی افراد کار کرد خود صحابه میفرمودند که پیامبر به ما ایمان رو قبل از قرآن یاد داد وقتی که ایمانمون بالا رفت قرآن یاد گرفتیم ایمانمون میرفت بالا مهمترین چیز این است که آقا الله متعال الله ما رو میبینه هدف ما رسیدن به رضایت الله متعال است هر چیز رو در دین میبینید میبینی چی؟ ایمانا و احتسابا کسی که را شب قدر رو به عبادت مشغول شد ایمانا و احتسابن. هدفش ایمان بود چیزی که باعث انگیزه رو در اون وجود اومد ایمان بود و هدفش رسیدن به رضایت الله متعال بود هر کاری که شما میکنین اخلاص شرطشه که هدفش رسیدن به رضایت الله متعال باشه بعد تربیت اجتماعی سالم در همین تعظیم الله متعال مثلا اینا همش وقتی که با قصه همراه میشه فهمش ساده تر میشه هشام ابن عبدالملک توی حرم داشت تواف می کرد سالم ابن عبدالله رو کی که از زاهدان و مؤمنان بود دید ای خیلی خوشحال شد همه و ایشان پادشاه بود پادشاه گفت که سالم من الان در خدمت شما هستم چه خدمتی به شما میتونم بکنم یه چیزی به خطابت بدم سالم گفت پادشاه ما در خانه الله هستیم من خجالت میکشم شرمم میاد که در خانه الله از کسی دیگه چیزی بخوام احسانی گفته گفت بله راست نیه ها رفت بیرون از حرم منتظرش بود که میاد بیرون وقتی که سالم اومد بیرون باز اومد سلام و علیک کرد به یک انسان زاهد پادشاه میخواد خودش رو بیش مردم عزیز بکنه که یک زاهد یه خدمت کرده به یک اهل علم یک دانشمند گفت سالم الان چی خدمتی از من بخواد تا بدم گفت که از امور دنیا بپرسم یا از امور آخرت یعنی چیزی که به من میدی تو دنیا میدی یا تو آخرت گفت البته تو دنیا دیگه دست آخرت که دست من نیست گفت من تو خونه خدا بودم که تمام دنیا مال خداست از کسی که تمام دنیا در اختیار اوست من دنیا نخواستم اون وقت از کسی که یه چیز از دنیا پشیزی دستش نیست از اون بخوام من ای کارو این کارو این چیزی که باعث میشه که این استقنا این شجاعت این بیاد همین ایمان به الله متعال است. سلطان ایوب یه شخصیتی بود در مصر عزالدین عبدالسلام میرف اون رو امر و, و نحی میکرد این کار رو باشه باده یعنی چی اینجا دولت اسلام از این ملت مسلمونن علماء دیگه میرزیدن وقتی ایوب از اونجا رد میشد بهش میکردن از تو میگفت من عظمت الله رو در تصورم وقتی میارم این پادشاهی گربه ای هم نیست جلو وقتی که مفهوم الله اکبر هی در تو گوشه ما می الله اکبر الله اکبر تا عظمت الله در دلها بیا عظمت الله در دلها بیا تو قوی میشی تو نیرومن میشی تو شجاع میشی تربیت اجتماعی سالم تربیت اجتماعی درست که هر مولودی رو یک قدرت الله است هر کسی به دنیا میاد بر فطرت درست انسانی به دنیا میاد این پدر و مادرش هستند و جامعه هست که اون رو یا نصرانی بار میارند یا مسیحیش میکنند یا نمیدونم فلانش میکنند چیزی که جامعه رو تباه میکنه تربیت نادرست اجتماعی است این پدر و مادر و جامعه و اطرافیان هستند کسی که جامعه رو بار میاره تربیت نادرست اسلامی داره. وقتی که شما یه فضا فضای تربیتی درستی رو به وجود بیارید به سلام بچه ها سالم میان توی پدر وقتی که همیشه نزدیک بچه ها باشی تو پدر که به خاطر مال و زندگی و ثروت بچه رو داغون نکنی سرمایه تو اون خونه ای نیست که درست میکنی سرمایه تو این فرزندانی هستن که بعد از مرگت برات دعا میکنن همه ی مال و منال زندگیت میره چیزی که برات میمونه نتیجه این تربیت سالم هست قصه قصه چه نقش بسیار مهم داره. شما اینقدر قصه مهمه در رشد تربیتی که شما ببینید قرآن کریم رو یه چهارم قرآن کریم حکایت پیامبران و صالحان و نیکان هست در فضای قصه شما یاد میگیرید که یوسف باشید از فتنه و فسادها خودتون رو نجات بدید ابراهیم باشید که با تمام بتهایی که تو جامعه هست بتهای عادات و رسوم و تقالید و خرافات و خزابلات هست اونها رو با تبر احمت بشکنی از بین ببرید ایوب باشی و نوح باشی در صبر دعوت پیامبر باشی در جهاد و در تلاش و الگوگرین الگوگری بسیار مهم است در ساختار راهکارهای زمینی رشد الگو وقتی که شما یه الگوی سالم هستیم پیامبر چی به یاران یاد میداد اون چیزی که پیامبر یاد میداد همش تو کتاب واسه ما هست یعنی همش مسائل علمی معرفی هست که ما میتونیم بهش دست بیاره. قرآن هست سنت پیامبر هست اما چی بود که صحابه همشون رهبر شدن همشون قائد شدن همشون پیامبر رو دیدن دیدن پیامبر یعنی به صورت خودکار اون قدرت شخصیتی اون کاریزما اون رهبریت اون فعالیت هایی که پیامبر انجام میداد به صحابه منتقل میشد تواضع پیامبر رو دیگه لازم نبود که از احادیث یاد میگیرن از خود پیامبر یاد میگرفتن واسه همین تمام دین به صورت الگوگری برای ما میاد خود عنی مناسک کن مناسک تو رو از من یاد بگیر نگو کنید سلو کما رأی و سلی. نگاه کنید که من چطور نماز بخونم اونجور نماز بخونیم صحابه اینجوری تربیت شدن و قصه ها برای ما اون الگوها رو آورد پیامبران رو آورد لقد کان لكم اسوت حسنتون فی ابراهیم والذين معه برای شما در ابراهیم و یارانش اینا امنو به مثل ما امنتون بهی فقط احتدو اگر ایمان مردم مثل ایمان شما پیامبران باشه شما صحابه رسول الله باشه چون صالحان باشه اینا راه رو یافتن این الگو الگو رو چی داد؟ قصه ها به ما داد لقد کان لكم اسوتون حسنتون في ابراهیم والذين لقد کان لکم رسول الله حسن در رسول رسول الله براتون الگو هست وقتی که یک معلم یک پدر و مادر الگو میشه در الگو موازه باشین هیچ وقت شاگردانتون فرزندانتون تناقض رفتاری رو در شما نبینن نه یه نبینن که شما دارید اونها رو تشویق میکنید به راستگویی خودتون دروغ میگید تشویق میکنید به عمل خیر خودتون نمیکنید تشویق میکنید به کرم و سخابت خودتون بخیدید تشویق میکنید به دوری از انحرافات خودت سیگار میکشید تشویق میکنید به, به افت خودت بدهجابی این الگوی متناقض اونها رو داغون میکنه تمام اون حرفایی که شما میزنید هیچ ارزشی نداره وقتی که شما برای احترام وقت دارید بهشون حرف میزنید خودت وقت نشناسی اون همه اون حرفایی چه که زدی همه معلومات درست و حسابی که بهشون دادی همه آیات و احادیثی که براشون تلاوت کردی همه قصه هایی که گفتی وقتشون رو ضایع کردی سرشون رو به درد آوردی هیچ اثری نداره وقتی که خودت یک الگوی بدی هستی آموزش عملی اونها رو با خودت گرفته میبری فعالیت های درست رو با اونها انجام میدی صدقه میدید سعی میکنی که از راه اونا باشه اونها رو تشویق میکنی به صدقه دادن خودت میری غذا درست میکنی به بینمایان تقسیم میکنی بچه ها تو همراهت میبری احیانا به اونها پول میدی که شما برید مثلا آب آشامیدنی میدنید به این افراد فقیری که اونجا ایستادن بدی به شیوه های مختلف اونها رو و فعالیت های داوطلبانه تشویقشون میکنی در مشارکت به فعالیت های داوطلبانه اگر موسسه خدماتی هست اگر فعالیت های مسجدی هست اگر هر چیزی که در اون فعالیت های داوطلبانه هست بچه ها رو شاگردار رو تشویق میکنی بچه رو تشویق میکنی پر. به صورت داوطلبانه اونها رو میکشونی میبری به بیمارستان ها میبری به خانه سالمندان میبری به جاهایی که بسیار تیمارستان ها هستن آب زلزله شده مشارکت در خدمت به زلزله زدگان سیل اومده مشارکت این حس انسانی حس دوست انسان دوستی رو در قالب عرضش های ایمانی عزیز من تو وقتی میری بی یتیم سر میزنی کمک میکنی پیامبر میگه انا و کافر و یتیم که هاتین ما منو من و کسی که هوا یتیمان رو داره دست به دست وارد بار بهشت میشه وقتی که به بی یک بینوا نوا کمک میکنی به یک عتیم کمک میکنی به یک چی کمک میکنی این کمک های داوطلبانه شما این کاسش اینه این در ساختار شخصیتی خودته انعکاسش اینه که آقا تو با این اخلاق خوبه به جایی میرسی که در اونجا یک مجاهد داره فعالیت میکنه یک نمازگزار زاهد روزدار به اونجا میرسی این فعالیت های دافتالبانه ای که به صورت آموزش عملی باشه من کان یومنو بیلاهی ولی آمل آخر فلیو کرم جارم به بچه وقتی یاد میدی که اگر شما ایمان رمز نمود ایمان شما به الله و روز قیامت کجاست آقا دروغ راستگویی ولی قل خیرن اولی اسم یا حرف درست میزنی یا سکوت میکنی اگر حرف بد زدی اگر دیگران رو ناامید کردی اگر فلان با ایمان به الله و روز قیامت در تزادی اگر به همسایه آزار اذیت کردی با ایمان به روز قیامت در تضاد هست اگر نمیدونم مهمونداری تو درست نکردی با ایمان به الله به روز قیامت در تضاد هست داموزش های معرفی به صورت داده های علمی به اونها میدی همراه با قصه ها وجدان اونها رو فعال میکنی همراه با سلوک رفتاری در این سلوک رفتاری یا یه سلوک رفتاری هست که من از راه غیر مستقیم به طرف القا می کنم یا مستقیم یا به صورت خودکار مستقیم شطوره وقتی من یه چیزی رو برای بچم می خونم برای شاگردن می خونم بهش یاد میدم من یک ارزش های یک علمی رو به اون منتقل کردم به صورت غیر مستقیم اما وقتی میخوام اون همون کاری رو بکنه براش یاد دادم که یک مکعب چطور درست میشه وقتی خودش کارتون رو درست کرد این ارزش رو به صورت مستقیم به اون دادم گفتم درس رو بخون گفتم این فعالیت رو خودش انجام بده شیوه اجرای این فعالیت داد کشیدم روش یا با مهرم محبت بهش گفتم اون لطافت اون احساسات اون عواطیفی که من ابراز کردم اون شکل و قیافه من همه اینها روی اون تأثیر داره تاثیر خودکار حتی ساختمان ساختمان مدرسه وقتی که من به ساختمان مدرسه میرسم به نظافتش میرسم به امکاناتش میرسم این ساختمان همین سنگ و کلوخش به بچه ها میگه که ای بچه ها شما خیلی مهم هستی شما ارزش دارید در پیش مدیریت وقتی نه به اینا نمیرسم به هیچ چیز توجه نمیکنم فلان یعنی ای بچه ها شما فاقد ارزش هستید شما هیچ بهایی ندارید خیلی مهم هست در فضاهای آموزشی به چه چی اهمیت میدیم به چه درسهایی اهمیت میدیم کتابهایی که درس میدیم گفتمان عقلی اون حس تفکیر انتقادی را در اونها بارور کردن براشون میگم عزیزان من ببینید خودت انتخاب کن میخوای کی باشیم تو میخوای یک اسفنج باشی یه اسفنج یه ابر واو یک اسفنجی که شما داری توی خونه استفاده میکنی اگر اینو هر جا بذاری جذب میکنه تو آب بذاری آب جذب میکنه آب خوب بذاری آب خوب جذب میکنه تو روغن بذاری رو جذبش میکنه تو آب فاضل بذاری جذبش میکنه میخوای اسفنج باشی یا میخوای کسی باشی که دنبال طلا هست طلایاب باشی کسی که دنبال طلا هست آهم آه پاره چیزهای دیگه چوب هر چیزی که توی مسیرش میفته همه رو میندازه دور سمس میاد نقره میاد مهم نیست براش میندازه دور اولویتش یه چیز تلاست اون دنبال تلاست توی دنبال تلایی باید دنبال تلا باشی نه اسفنج که هر چیزی رو خوب و بعدش رو جذب کنی و استفاده از فرصتها در مسیر آموزش فرصتها هر فرصتی رو که میبینی ازش استفاده میکنه پیامبر میره درختی رو میبینه خوش شده به درخته با عصا میزنه برگاش میریزه میگه عزیزان من کسی که میگه الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله لا. کسی که در یاد الله هست هم به الله رو میگه این وقتی این ذکر میکنه بر گناهانش مثل برگای این درخت میریزه پیامبر ماه رو تو آسمون میبینه میگه این ماه رو میبینید همه میگن بله میبینیم رسول الله آیا کسی مزاحم جلوی دید کسی رو گرفته در دیدن ما؟ نه ما دیگه همه بی احسان میبین روز قیامت همتون الله متعال رو به همین وضوح میگیرید کسی جلوی کسی رو مزاحمت کسی نیست در دیدن الله متعال در یکی از جنگ ها پیانبر میبینند یه زنی دنبال یه بچه یه از بچه رو میگیره به زینش میماله سینش رو میده تو دهن بچه و بچه یه مادری هست که بچهش رو گم کرده بود و هی ها پیداش کرد میگید که این زنه رو میبینین بله فکر میکنید که این زنه بچهش رو بندازه تو آتیش گفتن یا رسول الله امکان نداره این زنه رو که دو دقیقه بچهش رو گم کرده بود ببین چه علم چنگی رو انداخته الله لله الله ارحم و بعبادی من ها ببنی خداوند متعال به بندگانش مهربونتره رحمانتره از این مادر برای این بچهش فرصت هایی که میبینید کسی که کار خراف میکنه میگه ببینید این بچه ها بگید که خدا یا بار الله تو رو شب که ما رو از همچین چیزهایی نشات دادیم کسی که میبینید کار خیر میکنه میبینید بچه این داره صدقه میده چرا میده؟ چون از آخرت از عذاب الهی میترسه و تمع داره در بهشت الهی بی صورت اینها راهکارهای زمینی است برای نهادین کردن ارزش ها در فرزندان در محیط های آموزشی در شاگردان از این همه اینها رو استفاده درست می کنیم تا ارزش ها رو رشد بدیم در این زمانی که ما نیاز مبرم داریم به رشد ارزش ها و نهادینه کردن اونها تا فرزندانمون در این فضای پرتلاطم ترور ارزشی بتونن خودشون رو حفظ کنن و انسان هایی بارسته باشن الله یا رو دابره.